سلام به دوستان عزیزم، به بینندگان برنامه شاخه های این درخت کهن. ناصر شاهین‌پر هستم. جلسه قبلی اختصاص پیدا کرد به پاسخ دادن به یک دوستی که هنوز به خرافات پایبند بود و هنوز به کرامات و معجزه و این قبیل حرفا پایبند بود و ما رو آدم گمراه و حقبازی تشخیص داده بود. یه پاسخهایی بهشون دادم و وقت خودمون رو تلف کردیم و برنامه خودمون رو دنبال نکردیم. به هر حال من برای اینکه هر چند برنامه به چند برنامه یه مختصری عرض کنم که هدف این برنامه چیه و ما چرا داریم این مسائل رو دنبال میکنیم. من از روز اول که اومدم و این برنامه رو آغاز کردم، هدفم این بود که اون راز رو پیدا کنیم که ما که یه روز آقای جهان بودیم، ما که امپراتوری بزرگی بودیم و بعد حتی موقعی هم که عرب به ما حمله کرد ملت پایداری بودیم، ملت جوینده و پویندهی بودیم، با فرهنگ خودمون، با علم خودمون تونستیم مسلط شیم به اموراتمون و فاتحان خودمون رو تحت تأثیر فرهنگ خودمون قرار بدیم و قرار دادیم و حتی دستگاه خلافت رو هم اداره کردیم و بعد هم آمدیم با انواع مختلف، چه با شمشیر، چه با قلم و با تفکر، به جایی رسیدیم که تونستیم بریم بغداد رو هم بگیریم، خلیفه هم عوض بکنیم و خلیفه رو هم فرمانبردار خودمون بکنیم. اینا همه قدرت‌های بزرگی بود که ما داشتیم. این قدرت‌های بزرگ هم بدون فرهنگ والا میسر نبود و اون فرهنگ والا رو ما داشتیم، اما چراغ علم در کشور ما خاموش شد و منتی هم گذاشتم بر سر مسلمین، گفتم که با حمله عرب ما نابود نشدیم، با حمله عرب خدشه‌ای در مسیر تکاملی فرهنگ ایران رخ نداد، قدری راهش عوض شد، ولی ملت ایران به پشتوانه علمی که داشتند، به پشتوانه فرهنگ و تمدنی که داشتند، دو مرتبه قد راست کردند و جهان دیگری ساختند، ایران نوینی ساختند و چند قرن ما پیشتاز علم جهان بودیم. درست موقعی که مغرب زمین در خاموشی فرو رفته بود و در تاریکی جهل فرو رفته بود، ما دانشمندان بزرگ داشتیم، کتابهای بزرگ داشتیم، دانشگاه‌های بزرگ تأسیس کردیم، بیمارستان‌های بزرگ ساختیم، کارهای عام‌المنفعه کردیم، حتی ملت پویایی بودیم. و بعد عرض کردم که با استیلای غلامان ترک که آمدند به تدریج سردار شدند و سرور شدند و بعد به پادشاهی رسیدند مثل غزنویان و بعد فاتحانی که از آسیای میانه آمدند مثل همین سلجوقیان و بعد خوارزمشاهیان که اونها کشور بسیار امپراتوری بسیار بزرگی تشکیل دادند از کاشغر تا ساحل مدیترانه که ایران جزئی از این امپراتوری بود. حسن عمل باز در اینجا این بود که وزیران دانشمند ایرانی وزارت این مهاجمین بیگانه رو به عهده گرفتند و این امپراتوری رو اداره کردند و در از قبل این وزیران دانشمند و فهمیده ایرانی آسیب کمتری به ما وارد شد، ولی آسیب به شدت وارد شد و فرهنگ و تمدن ما دستخوش امیال این چادرنشینان و این شبانان شد. اقتصاد ما تحت تأثیر خواسته های این شبانان تغییر مسیر داد. کشاورزی ما به دوره شبانی برگشت. در نتیجه ایلات و ایلشینی در ایران توسعه پیدا کرد. امروز یکی از حرفهای مخالفین برنامه من این است که چرا به ایلنشین ها، به ایلات انتقاد میکنی؟ اگر اونها نبودند که ما اون وقت گوشت و نمیدونم شیر و کره و پنیر نداشتیم. جواب من به این دوستان این است که مگر امروز در هلند و دانمارک ایل هست؟
یلاق و قشلاق میکنند. در فرانسه، در هلند، به دنیا هم دارن کره و پنیر و شیر و یه حرفا میفروشند. نه، این ایلنشینی ثمره طرز زندگی فاتحان خارجی بود. بیشتر ما داشتیم، ما ایلاتی داشتیم که این ایلات میبایست تحت تاثیر روند اقتصادی آرام آرام جذب کشاورزی میشدند و آرام آرام جذب شهرنشینی میشدند. این مسیر تکامل بود. این مسیر تکامل در ایران متوقف شد و پس هم رفت. خب، اما این انحطاط بعد اینا آمدند و به فاتحین بدتر آدم کشتری تحویل دادن ایران رو، به چنگیز و بعد تیمور و جانشینان اینا تا 300 سال. در نتیجه بیش از 500 سال کشور ما به دست کسانی اداره شد که از نظر فرهنگی از ما بسیار بسیار عقبتر بودند و این کشور تحت تأثیر عقب ماندگی فرهنگی این حاکمان مسیر تکاملی خودش رو از دست داد. نتیجه دیگری که آید ما شد این بود که به خاطر ظلم این آدم ها، به خاطر مالیات های زیادی که از ما گرفتند، به خاطر غارت هایی که کردند، به خاطر مصادره هایی که کردند و به خاطر این که خانواده های اشرافی ایران رو اصلاح کردند، اموالشون رو گرفتند و دورشون انداختند و مختومشون کردند، بینوایی، فقر حمله کرد به جامعه ایرانی. حالا یه جامعه ای که دچار فقر و بینوایی شده و امنیت هم نداره، معلوم نیست وقتی از خانه بیرون میره به دست یک مغول کشته میشه یا سالم به خانه برمیگرده. اسب زیر پاش ازش میگیرند یا با اسبش برمیگرده یا با الاغش برمیگرده. روستاهای ما به خاطر ظلم و جور این حاکمان مهاجم خالی شد، مردم گریختند، فقر و مسکنت به اون درجه رسید. در شهرها برای اینکه مردم بتونن اعاشه بکنند، حالا این کمبود فرهنگ، این کمبود اقتصادی سبب میشه که در فرهنگ جامعه، در اخلاق جامعه اثر منفی بگذاره. ما مقدار بسیار زیادی در تاریخ شواهدی داریم که ایرانی ها توطئه میکردن و علیه ایرانی هایی که در دربار و دستگاه مغول دارن کار میکنند و حقوق میگیرند و اونها رو به کشتن میدادند. تمام وزیران ایرانی به دست مغولان کشته شدند، اما تمام اینهایی که کشته شدند در اثر توطئه رقبای ایرانیشون بوده. در سطح پایین تر گزارشات تاریخی بسیار زیادی داریم که مردم ایران در شهرها، در کوچه و بازار وای میسادن منتظر مأمور مالیاتی مغول بودن که بهش بگن اگر فلان آقا رو، فلان حاجی پولدار رو نمیتونی پیدا کنی، یه پولی به من بده، من در پنهانی خانه‌ش رو به تو نشون بدم. اخلاق به این شکل فرو ریخت. آدم فروشی و وطن فروشی آغاز شد. و اگر شما فکر میکنید بعد از اینکه مغول‌ها رفتند این اخلاق هم رفت، چنین نیست. اینها ماند. این مجموعه رو ما میخواییم دنبال کنیم که اینها رو کنار هم کنار هم بگذاریم و ببینیم وضعیت ما درست موقعی که دنیا رو به ترقی بود چگونه شد که ما پس رفتیم، نتونستیم باهاش بریم جلو، موندیم. حالا برمیگردم به تاریخ. خب این اسماعیل رو داشتم میگفتم که در 13 سالگی 7 تا از مریدانش ورش داشتند، از گیلان بردنش به اردبیل و اونجا 12,000 نفر از مریدان سینه چاک و نمیدونم جانباز و که نام همه از ایلات متعدد بودند. ایل استاجلو، افشار، قاجار، تکلو، تکلو،
افشار، این ایلها، سران این ایلها از مریدان این خانقاه بودند که از دیاربکر و حتی مناطق مختلفی سوریه بگیر تا تمامی غرب ایران و آذربایجان و منطقه اران فعلی آدمایی بودند که مرید اینها بودند. اینها اومدند سپاه 12,000 نفره تشکیل دادند و اسماعیل رفت به شیروان حمله کرد، شیروانشاه رو کشت به خونخواهی پدرش و جدش و از اونجا این طایفه آقویونلو که فامیل بودن، این خالوزاده اینها بود، دیدن آقا اینا دارن جهانگیر میشن، اینا خطرناک شدن، اونها هم 4,000 سپاه فرستادن در مقابل اینا، اونها هم شکست خوردند و آقویونلوها فرار کردند و آقا آمد و تبریز رو گرفت اسماعیل در سن 15 سالگی. موقعی که ایشون تبریز رو گرفت، ایران در چه شکلی بود؟ ایران در چه وضعیتی بود؟ 13 تا حکومت رسمی در ایران وجود داشت که من این را برای شما نوشتم که روش بخونم. این 13 حکومت، یکیش همون شیروانشاه و شیروان بود که زدنش و کشتنش رو گرفتن. البته ناگفته نماند که همین صوفیان صافی وقتی شیروان رو میگیرن، شیروان رو غارت میکنند. یعنی یک باره اون داستان معنویت خانقاهی، این که انسان به دنبال این است که به درجه انسان کامل برسه و مرشد و مرشد کامل معمولا باید نصایحی بکنه، پندهایی بده به مریدانش که انسان باش، انسان باش. این انسان ها شهر مغلوب رو، دشمن رو کشتند، رعیت رو چه کار دارید؟ ریختند و شهر رو غارت کردند. برحال اینها با شکست دادن طایفه آقویونلو هم میان به تبریز. حالا ما میخواییم ببینیم که در این زمان چه کسانی در کجاهای ایران حکومت میکردند. یکیش که همین شیروان بود در شیروانشاه، شیروانشاه بود در شیروان. الوند بیک آقویونلو در تبریز بود که اونم در راه شکستش میدند و تبریز رو میگیرند. مراد بیک بایندور یزد رو حکومت میکرد. سلطان مراد آقویونلو عراق رو حکومت میکرد. محمد کره در این ابرقو یا ابرکوه حکومت میکرد. حسین کیای چلاوی در سمنان و خار و فیروزکوه حکومت میکرد. قاسم بیک جهانگیر در دیاربکر. قاضی محمد کاشانی در کاشان. سلطان حسین میرزای تیموری و فرزندانش در خراسان که اینا هنوز بازماندگان تیمور بودند. بابر هم در افغانستان. ماورا و نهری هم که پیوسته زیر حکومت سلسله های ایرانی بود در گذشته، حالا یک گروه از نوادگان مغول از فرزندان چنگیز آمدن اونجا و شیبک خانیان رو تشکیل دادن به دلیل اینکه اسم طرف شیبک بوده. ابوالفتح بیک بایندور هم در کرمان حکومت میکرد. خب اینا 13 تا حکومت بودند، به علاوه 10 حکومت مختلف در مازندران از سلاسل مختلف، از سلاله های مختلف که از قدیم الایام یه تیکه از مازندران رو بهش تسلط داشتن، سکه می زدن به نام خودشون، مالیات جمع می کردن از اون یه تیکه مردم و زندگی می کردن و 10-15 سلاله دیگر در گیلان به همین شکل، یعنی باز هر تیکه گیلان به دست یک آدمی بوده. اینم اضافه کنید به این 13 تا حکومت، این حکومت ها رو. خب یک مملکت پراکنده، ملک و طوایفی بدیهیست. وضعیت این است که هر کدوم از اینها میخوان حدود و ثغور خودشون حفظ کنند و هر کدوم از اینها اگر سپاه و قشون و امکانات بیشتری فراهم کنند، میخوان تجاوز کنند همسایه رو و
متصرفات خودشون رو توسعه بدن. چرا؟ قدرت به اخذ مالیاته. و اگر تو بتونی حالا که یزد داری ابرکور رو هم بگیری، خب سال بعد مالیاتی بیشتری گرفتی. تو که شیراز رو داری، پارس رو داری، بتونی بری کرمان رو هم بگیری، خب از سال دیگه ثروت دو برابر میشه، مالیات اونجا رو هم میگیری. به این ترتیب در تمام ایام سال، در تمام سالها بین این حکومت‌های مختلف هم جنگ بوده که حاصل این جنگ‌ها از بین رفتن مزارع، نابود شدن خانواده‌های ضعیف بین راه و خانه خرابی مردم و از بین رفتن آذوقه و محصول و همه چیز تو دل اینها بوده دیگه. اما اسماعیل وقتی که تبریز رو میگیره، اون 7 نفر قزلباش بزرگ رو دور خودش جمع میکنه و میگه که ما باید اعلام کنیم که دین رسمی ما شیعه است. اطرافیانش پیش میگن که 4 از 4 دانگ جمعیت تبریز 3 دانگش سنی هست. اگه ما همچنین حرفی بزنیم خونریزی به پا میشه. اسماعیل اول میترسه و قدری کنار میکشه، ولی فردا بلند میشه میاد میگه که من دیشب خوابیدم، امیرالمومنین رو به خواب دیدم و ایشون به من فرمان دادن که برو کارتو بکن و من مأمورم که بیام و اعلام کنم که ما شیعه ایم و دین رسمی این مملکت هم شیعه است. اینا میرن در مسجد جامع تبریز، در اونجا مردم هم جمع شدند و اینها خطبه میخوانند به نام امیرالمومنین و فحش میدن به خلفای سگانه و منتظرن که مردم بگن بشمار. هر کس که نگفت بشمار با شمشیر گردنش رو زدند. این کار از مسجد سرایت کرد به بیرون و قزلباش ها در تمام کوچه پسکوچه ها و خیابان های تبریز شروع کردن به تکرار این عمل و مردم رو کشتند، به طوری که اجساد مردم در کف کوچه ها و خیابون ها به حدی پراکنده شده بود که یک تاجر ونیزی در خاطرات خودش نوشته که بعد از اون دیکتاتور بزرگ رومی، بعد از اون اسمش یادم رفت الان، چنین جنایتی در بشریت به چشم نخورده. خب حالا این پادشاهی 15 ساله از اینجا شروع میکنه به توسعه تصرفات و میفته به نقاط مختلف مملکت، شکست میدن، میگیرن، بعضی جاها خودشون تسلیم میشن و 10 سال طول میکشه که تمامی حکومت‌های موجود در ایران رو اینها مغلوب خودشون میکنند. اما نه به این آسانی، نه به این راحتی. اینی که شما 25% جمعیت شیعه هستند، 75% سنی هستند و حالا شما میخوایی 75% رو به زور شمشیر و آدم کشی تبدیل کنی به شیعه. هیچ کس مذهب خودشو، دین خودشو، باورهای دینی خودشو به آسانی از دست نمیده، مگر از ترس جان. وقتی مردمی از ترس جان دست از دین خودشون برداشتند، یعنی چه؟ به خصوص که در تشیع تقیه هم وجود داره، یعنی وقتی تو جانتو در خطر میدینی میتونی که اونطور که دشمن میخواد ابراز کنی. ایمان باطنیش، در ایمان باطنیش سنیه، ولی میاد در کوچه و خیابون میگه من شیعم. این دوگانگی در فرد به وجود میاد، این درویی پای ریزی میشه. فرزندان در خانه مثل اوائل انقلاب، اوائل انقلاب بچه من به من میگو بابا اگر تو مدرسه از من بپرسن بابات نماز میخونه، من نمیتونم دروغ بگم، من میگم بابام نماز نمیخونه. خودم را برو بگو نماز نمیخونه. اما اگه بگم عرق میخوره اون وقت میان شلاقت میزنن.
خب حالا این بچه من برای که بابا شلاق نخوره مجبور بره تو مدرسه دروغ بگه. این داستان در این مقطع زمانی در ایران رخ میده. البته نسل بعدی که شیعه به دنیا میاد دیگه با اعتقادات شیعی میاد، به دلیلی که دین و مذهب از طریق پدر مادر میاد در بچه، فقط یک نسله که این گرفتاری رو پیدا میکنه. ضمن اینکه تعداد بسیار زیادی مردم همچنان سنی باقی میمانند، حتی تا 200 سال بعد که پایان کار صفویه هست ما میبینیم افرادی در دستگاه دربار حتی سنی هستند، به این آسانی رها نمی کنند. اما این دوگانگی، این ریاکاری پایه‌هاش در مردم ریخته میشه که اعتقاد قلبیش چیزی دیگری است، ولی برای اینکه سرش از بدن جدا نشه در بیرون چیزی دیگری بگه. ما قبل از اینکه وارد مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دوره صفویه بشیم، من فکر میکنم بهتر است که ما ببینیم که این آدم ها کی بودن. این آدم هایی که صوفی بودند، کارشون نماز و روزه بوده، کارشون عبادت بوده و خدمت به خلق بوده، وقتی شیروان رو میگیرند مردم رو غارت میکنند، یعنی قدرت به این سرعت آدم ها رو عوض میکنه، اینها چگونه آدم هایی هن؟ چقدر اون افکار صوفیگری در نهاد این مریدان پایدار و استوار و قوی بوده یا چقدر سست و ضعیف بوده؟ حالا که بر مسند قدرت نشسته، آیا این همون صوفی صافی پاکدلیه که مرید خانقاه بوده، میرفته اونجا و استخونی سبک میکرد و مرشد کامل حرفی بهش میزده و اینم راحت میشده و سبک میشده و میاد میرفته به دنبال کار زندگیش؟ آیا اینا همونان؟ حالا خود این مرشدهای کامل، اولا مسئله این است که ما در ایران یک سنتی داشتیم که مقام پیوسته از طریق ارث میرسیده. پادشاه هر کس که بوده وقتی میمیره یا خلع میشه وارثش فرزند اونه، هیچ کس دیگه ای در جامعه صلاحیت اینه که پادشاه بشه از نظر مردم نداره. اگر پادشاهی بمیره و هیچ فرزندی نداشته باشه، زنش حامله باشه، اون فرزندی که در شکم مادره اون میشه شاه. همین شاپور زولکتاف، شاپور دوم، این شکل شاه شده. یعنی 70 سال زندگی کرده ولی 71 سال شاه بوده. وقتی که پدرش میمیره تاج سلطنت میارن میذارن رو شکم مادرش. بچه که به دنیا میاد شاه به دنیا میاد، حالا این 9 ماه شاهه. در نتیجه این سنت پایدار میراث در ایران هست. یکی از دلایلی که تشیع هم در ایران قوت گرفت همین بود، برای اینکه با این اخلاق و با این سنت ایرانی هم نوایی داشت. برای اینکه شیعیان معتقد بودند که قدرت خلافت بعد از حضرت رسول میرسه به فرزندان حضرت رسول، حالا چون حضرت رسول فرزندی نداشته به برادرزادش میرسه علی، و از علی هم به فرزندان علی همطور بگیر و بیا، صرف نظر از اینکه این فرزندان چقدر صلاحیت دارن، چقدر قدرت دارن، میتونن، اینا اصلا مهم نیست. در دوران ساسانی، اشکانی همیشه اینطور بوده، هخامنشی همیشه اینطور بوده. این یه سنت ایرانی است. دلیل قوت گرفتن تشیع در ایران هم این سلیقه و این پندار ایرانی بوده، باور ایرانی بوده به مسئله توارث، که اعتقاد داشته به این توارث به بیشتر از کارهای دیگه.
حالا ما ببینیم که اولا تا کنون پیوسته دین و حکومت دو قدرت موازی همدیگه و متحد همدیگر بودند، هیچ وقت اینها اصلا منفک نبودند. اگه به عقب برگردیم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. این اتفاق از زمان ساسانیان رخ داد که ساسانیان آمدند و دین زرتشت رو با حکومت رو مخلوط کردند و یک حکومت دینی در حقیقت برقرار کردند و از اون به بعد که موبدان زرتشتی قدرت میگیرند، به ثروت‌های بسیار بزرگ میرسند و به قدرت‌های بسیار بزرگ میرسند. ما از اینجاست که وقتی دین و حکومت با هم مخلوط میشن، اون چیزی که ماهیت خودشو تغییر میده دینه. دین برای حفظ قدرت متوسل به دروغ میشه، متوسل به انواع ناهنجاری ها میشه. در همین زمان ما از زمان صفحه آغاز ساسانیان یه نامه هایی داریم به نام نامه های تنصر. تنصر ظاهراً موبدی بوده که هیچ رد تاریخی هم ازش نیست، برای اینکه موبد بزرگ اردشیر بابکان و فرزندش شاپور یا آدمی بوده نام کرتیر. اما ما نامه هایی داریم به نام تنصر که این تنصر نامه های متعددی می نوشته به اسپهبدان مازندران که زیر بار حکومت دینی اینها نمی رفتند و حاضر نبودند که باجگزار ساسانیان بشند و چون جنگیدن با اونها و عبور از این کوهستان ها و جنگل ها کار بسیار مخاطره آمیزی بوده، سعی می کردند که با گفتگو و مذاکره اینا رو جذب خودشون بکنند. به همین دلیل نامه های تنصر به اسپهبدان نوشته شده و اونها جواب دادند. این نامه ها شده منشأ و مبدأ فلسفه سیاسی در ایران. این همینطور مونده. حالا این تنصر در جواب اسپهبد که آقا این پادشاه شما داره زیادی خون میریزه، زیادی داره مردم رو میکشه، آخه چرا اینقدر این مردم رو میکشه، این جواب میده. تنصر جواب میده که اگر پادشاه شمشیر میکشه و آدمهای گمراه رو، آدمهای ناهنجار رو میکشه، برای حفظ سلامت و بقای بقیه مردمه. اون بقیه مردم رو که نکشته میخواد جانشون رو حفظ کنه. بنابراین لازمه شاه این است که اگر کسی شورش کرد، اگر حالا شورش یعنی چی؟ یعنی آقا من قبول ندارم تو با این فرمول بیای شاه بشی. ضمن این که در اون دوره آثار اشکانی باید محو بشه، هر کس نسبتی با اشکانیان داشته باید کشته میشده. این نامه های تنصر کلمه به کلمش، جمله به جملهش، تمام مفاهیمش در کتاب های فلسفه سیاسی دوران اسلامی تکرار میشند. در نتیجه حکومت های ایرانی بعد از اسلام همچنان تحت تاثیر این فلسفه سیاسی یک نوعی مشارکت یا نوشته شده یا نانوشته شده با نهاد دینی دارند. حالا یه 400-500 سالی وقفه‌ای در این کار بوده، مهاجمین خارجی در اینجا زندگی کردن، ضمن اینکه هنوز هم همین مهاجمین خارجی در مورد بسیاری از امور فتوای بزرگان دین رو لازم داشتند و می‌گرفتند، برای اینکه میخوان در مقابل جمع توجیهی داشته باشند. حالا به صورت رسمی قرار است که یک حکومت دینی تشیع درست بشه. باز وقت من تموم شد. روز و شبتون خوش، تا بقیه مطلب رو در هفته آینده.